امروز اومدیم سراغ یکی از کمیابترین و باوقارترین ایتالیایی موجود تو ایران، مازراتی کوارتوپورته. سلام، من مهدی مومنخانی هستم. در کنار من نسل پنجم مازراتی کوارتروپورت، کوارتروپورته خیلی چیزا تو ایران بهش میگن، قرار داره. میخواییم با هم یه مروری داشته باشیم به اوایل دهه 90 شمسی، زمانی که یک باشگاهی تأسیس شد به اسم باشگاه میلیاردی ها. اون موقع تازه این باشگاه تأسیس شده بود و فقط یک عضو داشت، اونم مازراتی کوارتروپورت بود. جزو شاید اولین ماشینی بود که مبلغ 1 میلیارد تومان رو تجربه کرد. الان نگاه نکنیم 1 میلیارد تومان ماشین چینی بهمون میدن و حالا خیلی ماشین کار کرده ای دیگه. اوایل دهه 90 تنها ماشینی که به شما با 1 میلیارد تومان میدادن مازراتی کوارتروپورت بود. حتی نسخه کروک مازراتی، یعنی مازراتی گرند کابریو، حدود 880 میلیون تومان بود. یعنی تنها عضو باشگاه میلیاردی ها و اولین عضو باشگاه میلیاردی ها این ماشینی که الان در کنار من قرار داره. اون موقع شاید با 1 میلیارد تومان نمیدونم 3 تا خودروی آلمانی میدادن، 4-5 تا کره ای میدادن، میتونستی خیلی ماشین بگیری. ولی افتتاح کننده این باشگاه بود این ماشین. اون زمانم شاید نماد چشم و همچشمی و قدرت و پول و نمیدونم همه اینا یا بنز بود یا بی ام و بود، تازه هم پورشه وارد بازی شده بود. اما ورود یک ایتالیایی به اسم مازراتی اوایل دهه 90 داستان این بازی رو تو ایران عوض کرد. مازراتی شد نماد قدرت و ثروت و نمیدونم هر چیزی که شما فکر کنی، شد نماد پول، اصلا نماد لوکسگرایی، نماد تجملگرایی. از نظر من همه برندها تو ایران شدن بعد از مازراتی. یعنی الان رتبه یک لوکسگرایی در ایران دست مازراتی. حالا کاری به درست یا غلط بودنش ندارم، اما چیزیه که تو جامعه جا افتاده اینه. شاید اسم کوارتروپورتو برای اولین بار ما ایرانی ها همون سال 2012-2013 بود که تو ایران شنیدیم، سال 90-91 حدود، اگه حالا درست در بیاد. اما اگر بخوایم یه نگاهی به تاریخچه این ماشین داشته باشیم، باید برگردیم به سال 1963، وقتی که اولین نسل این ماشین توسط مازراتی معرفی شد. مازراتی زیر مجموعه برند فیاته. بعد فیات هم سالهای سالی که با فراری همکاری داره. اما حالا اینا رو الان داشته باشین تا بخوام یه نکته خیلی جالب بهتون بگم. نسل اول مازراتی کوارتروپورت به سفارش یه شاهزاده بریتانیایی بود، بعد که روی مدل 5000 جی تی مازراتی سفارش داده شد. شاید خیلی پیچیده گفتم، یه ماشینی بود به اسم مازراتی 5000 جی تی. بعد یه شاهزاده اومد گفت آقا من اینو یه چیز 4 در میخوام ازش، آیا مازراتی بیا تولید کن. حالا اون 5000 جی تی داستانش چی بود؟ اون به سفارش محمد رضا پهلوی سفارش داده شده بود. یعنی این روی اون ساخته شده بود، راستش یه ذره پیچیده بود، ولی این شد که مازراتی کوارتروپورت وارد خط تولید مازراتی شد. الان هم نسل ششمش رو خط تولیده. اینی که ما اینجا داریم پنجمین نسله و خیلی ها معتقدن که این نسل یکی از بهترین نسلاش بوده و خیلی از کارشناسا معتقدن که این ماشین میتونه تبدیل به یک ماشین کلکسیونی بشه در آینده های جلوتر. این نسل از کوارتروپورت سال 2003 بود که وارد بازار شد و یه فیسلیفت روش انجام شد که این اون فیسلیفت هست. اما نکته خیلی بزرگ و حائز اهمیتی که داره، این ماشین یکی از افتخاراتی که داره جایزه بهترین پیشرانه سال 2011-2012 رو تونسته کسب کنه. اما نکته ای که هست، این پیشرانه صرفا برای خود مازراتی نیست، چقدر داغه، و اینکه توسط فراری توسعه پیدا کرده که روی یه چند تا از مدل‌های فراری مثل فراری کالیفرنیا با یه بهبودسازی روی فراری 458 ایتالیا هم نصب شده. اوه چقدر داغه.
2 hours later. واه ببین انقدر دوره اینه دست تو باید تا اینجا بکنی تو تا بتونی اینو باز کنی. سوختم. بله یه موتور تنفس طبیعی ساخت کمپانی فراری، نگیم ساخت کمپانی فراری، توسعه پیدا کرده توسط برند فراری. و اینکه نکته حائز اهمیت اینه که کوادروپورتایی که وارد ایران شد 3 تا نسخه داشت. نسخه بیس بود، اس بود و نسخه قوی ترینشون هم جی تی اس بود. این نسخه‌ای که کنار منه با این رنگ جذابش نسخه بیسه، نه اس نه جی تی اس. نسخه بیس کوادرو دارای موتور 4.2 لیتره 8 سیلندر تنفس طبیعیه که میتونه تقریبا 400 اسب بخار قدرت تولید کنه و حدوداً یه چیز حدودیه توی 6.5 ثانیه از 0 به 100 کیلومتر در ساعت برسه که نسخه جی تی اسش این اتفاق براش تو 5 ثانیه میفته. چرا میگم این موتور یه شاهکاره؟ شما فرض کن سی ال اس 500 نیم لیتر از این بیشتر داره ولی فقط 15 اسب بخار میتونه بیشتر تولید کنه. ببین چی کار کردم با این موتور، چه تکنولوژی روشه، چقدر پیشرفت است که میتونه همچین چیزی داشته باشه. اما توی کاتالوگ و تو سایت گفته شده که 115 لیتر مصرف سوخت این ماشینه، اما کاتالوگ آره این ماشین توی ایران تقریبا 120 لیتر مصرف سوختشه. خیلی کم پیش میاد ماشین های مازراتی رو تو خیابون ببینیم تو ایران، چون معمولا مالکاش خیلی رقابتی ندارن سوار ماشیناشون بشن. بزرگترین دلیلش هم هزینه نگهداری این ماشین و هزینه تعمیراتشه. شاید جالب باشه بدونین که یه چراغش تقریبا اندازه یه پراید قیمت داره و اینکه اگر مثلا ECU این ماشین ایراد کنه تقریبا میشه گفت غیر قابل تعمیر اگر ECU این ماشین خراب بشه. واسه همین خیلی رغبت به استفاده ندارم و حالا صرفا یه پول زیادیه که یعنی بخوای بری یه جا شو کنی دیگه، یعنی بخوای متفاوت از بقیه باشه قشنگ. یعنی شما با داشتن این ماشین متفاوت ترینی توی جمع، هر چقدر بخوای به چشم میای، هر چقدر بخوای میتونی قدرتتو به رخ بکشی و نیاز نه به گاز دادن داری باهاش نه نیاز به هیچ کاری، فقط کافیه باشی و این لوگو رو اینجلو داشته باشی، خودش همه حرفا رو جات میزنه. شاید جالب باشه بدونین که خیلی از برندهای خودروسازی یه فونت مخصوص خودشونو دارن، مثل پورشه، مثلا مازراتی که ما اینجا داریم، و بعضی وقتا این فونت ها برای ماها خیلی ناخواناه. از اون برم یه سری بجه های ممکنه رو ماشین ها ببینین که اصلا ندونین چیه، نه اسم ماشینه نه مدل برند ماشینه، هیچ ربط خاصی به ماشین نداره. مثل این بجی که اینجا هست، این با فونت مازراتی لوگوی پنینی انفارینا هست. پنینی انفارینا یکی از معروفترین و مشهورترین طراحای ایتالیایی که هم برای کمپانی فراری و خیلی زیاد برای کمپانی مازراتی ماشین طراحی کرده که این ماشین هم توسط این شرکت طراحی شده و خب یکی از خاص‌ترین طراحی‌های زمان خودش و زمان حال حاضر. شاید خیلی لوکس نباشه، خیلی یه سری تناقض‌های تو طراحیش واقعا وجود داره، مثلا مثل ظاهر جلوش بعد وقت یه ذره ناراحته، میدونی مثلا انگار یه اتفاقی افتاده از اون موضوع ناراحته، ولی خب خیلی گنگه، یعنی یه حالت مافیایی داره. اما هرچی راجع به بیرونش بخوایم تعریف کنیم و همه این داستانا، جایی میخوره تو ذوقتون که وارد داخل ماشین میشین. بیاین نشونتون بدم تا بهتر بتونم منظور حرفم رو برسونم. خب آقا خوش اومدین به داخل مازراتی کوادروپورت. چرا گفتم کل امیدهاتون ناامید میشه؟ این ماشین قراره که به اصطلاح سدان لوکس باشه. سدان لوکس یعنی بنز اس، سدان فول سایز. بنز اس یعنی BMW سری 7 و اون همه تجمل و آپشن و نمیدونم همه این داستانا،
ولی توی این ماشین شما هیچی نداری. نهایت آپشنی که داری یه سیستم صوتی بوزه و صندلی برقی و چرم با کیفیت ایتالیایی و مقدار زیادی لوگوی مازراتی. ما لوگوی مازراتی هر جای این ماشین رو میگردی تا تونسته این لوگوی مازراتی رو زده رو هر کدوم از این صفحه کیلومتر، هر جا تونسته این لوگو رو زده. این بیشتر آپشنه که شما اینجا داری. حالا باز یه توضیح کلی بهتون بدم، ولی یه چیزی که این ماشینی که ما سوارشیم داره و به شدت جذابه، تریم چوب و چرمیه که داره به شدت قشنگه، خیلی توشو قشنگ میکنه. این دکمه متفاوت برای باز کردن داشبورد، یه داشبورد خیلی کوچیک، برای قفل کردن در، باز کردن در، برای پرده عقب، اینو بزنی میاد بالا، اینو بزنی میاد پایین که جداگانه نشونتون میده. یه مانیتوری که تاچ نیست، سیدی میخوره برای آهنگ گذاشتن، یعنی هنوز باید متکی به سیدی باشین، بلوتوث خبری نیست برای موزیک، و اینکه به سیستم صوتی، یعنی یه سیستم مالتی مدیا به شدت ساده، و برای کولر راهنما، یعنی همینقدر مسخره است توضیح دادنش. دنده، ترمز دستی، دکمه اسپورت، آی سی، شاید به قول بقیه ماشینا اکونومی باشه، یه مود ضعیف‌تر این ماشینه، خاموش و روشن کردن سنسور پارک، ESP. و اینکه ببین این یه تیکه فرمون و این پشت با بقیه مازراتی ها یکیه. یکی از انتقادهایی که به این ماشین بود این که شما داری یه نسخه لوکستر گران توریسمو رو میخری، پول بیشتری میدی، چرا باید همه چی همون باشه؟ ببین یعنی مثلا مازراتی فرمون رو که زده به اون شرکتی که داشته مثلا فرمون براش میزده بدون هیچ تفاوتی، یه سفارش فله داده دیگه توی کابین رو بر اساس اینا طراحی کرده، یعنی هیچ تفاوتی با همدیگه ندارن. این آپشن هایی بود که شما تو مازراتی کوارترو پورت دارید و تمام. فقط یه چیزی که هست، یه سانلوف خیلی کوچیک اینجا داریم که با این اینجوری چرخوندنی بتونیم بازش کنیم، یعنی ببین اینجوری لیولیه، این هر یه دونه که این به چرخه اینجا میبندیمش کامل به نور آفتاب اذیتمون نکن. قطعا یکی از جذابترین چیزهایی که تو مازراتی میتونی پیدا کنی صداش. بریم با هم صدای ماشین رو گوش کنیم، ولی اول روی حالت عادی و بعد رو حالت اسپورت. حالت عادی، حالا بریم برای حالت اسپورت. خب آقا میخواییم بریم ردیف عقب، ولی قبلش صندلی جلو رو برای خودم میزون کنم، مثلا دیگه ماکسیموم دیگه. نه این جلو شنقدر بالاه، یه ذره نامیزونه. آها اینجوری من الان میتونم ساعتها توی ماشین بشینم. حالا بریم ردیف عقب. همونجوری که می‌بینی فضای پای به شدت زیاد، راحت، صندلی به شدت راحت، و اینی که اون موقع زدیم دکمه‌شو به صورت دستیه، فقط با دکمه بر می‌گرده بالا، و اینکه دو تا دریچه کولر برای ردیف عقب، برای قفل و باز و بست کردن در و برای پرده‌های عقب. چه کیفیت چوبی داره، فقط معرکس این چوبش، واقعا لذت بخشه، خیلی باحاله. و اینکه گوشه بذارم اون برای آرمرست طلایی، این برای نگاه کن، شما با این میتونی شاگرد رو جا به جا کنی.
اینم آپشن خوبیه ها، فندکی برای شارژ کردن گوشی و اینکه کاپوله و همین، ولی توش خیلی راحته. دلت نمیخواد پیاده بشی ازش، خیلی باحاله. خب آقا سویچ مازراتی، تمام مازراتیه که تو این سال همین سویچ رو داره، تقریبا بیکیفیت برای باز و بسته کردن در و دکمه صندوق. به عنوان یه سدان فول سایز خانوادگی، یعنی یه وقت ممکنه که شما یک خانواده 4 نفره بخواییم با این ماشین سفر بریم و مشکلی که هست چیه؟ صندوقش رو نگاه کن، با همه اینایی که توشه، چرا اینقدر این صندوق باید اینقدر کم جا باشه؟ و این زیرم جای زاپاسش و لوازمشو. این صندوق معمولاً 2 دونه چمدون توش جا بشه و اینکه جایی هیچی نداره. ولی بخوام این نتیجه گیری کلی بکنم، شاید پیش خود فکر کنید چرا باید کواترو بخرم، تا وقتی شاید با این پول میتونی بنز اس بخری، اتاق 7 بخری، واقعا منطقی پشتش نیست که بیای آپشنه اونا رو ول کنی، راحتی و نرمی اونا رو ول کنی، بیای مازراتی کواترو بخری. اما اگر من باشم، من این ماشین رو برمیدارم، چون من نه خیلی اهل آپشنم. بیشترین چیزی که برای من الان با دیدگاه الانم مهمه، رانندگی اسپورت و هیجان انگیزه که توی یک ماشین خانوادگی و یک ماشین سدان بتونی نهایت لذت یک رانندگی اسپورت رو داشته باشی. و شاید این تنها نمونه در نوع خودش باشه که همچین حس رانندگی رو بهتون میده، هم خانوادگیه، هم 4 نفر است، هم رانندگی به شدت اسپورتی داره و هیجان انگیز، و هیچ کدوم از رقباش یه همچین حس رانندگی ندارن. قاعدتاً نمیتونم بگم خوبه بده، یه چیز کاملا سلیقه‌ایه. کسی که پول میده این ماشین رو میخره نه تحقیق کرده، چون اصلا تحقیق نمیشه راجبش کرد، آپشنی نداره که بیا تحقیق کنه، نه منطقی پشتشه که بیا بگی آقا به خاطر این آپشن و این آپشن و این آپشن. و حتی سال بالاش، سالش هم خیلی پایینه، ماشین 2012-2013، یعنی هیچ جوره قابل مقایسه با هیچی نیست. خودش و خودش باید عشقشو داشته باشی فقط یه همچین پولی بدی. و اینکه مرسی تا آخر این ویدیو با ما همراه بودین. اگه از این کوارتوپورت خوشتون اومده، ویدیو رو از تو یوتیوب ببینی، لایک و لایک داره دیگه، لایک تو نره و کامنت انگلیسی بذارین ساباتون نپره. و جا داره تشکر کنم از مجموعه ساباتی که این کوارتو رو در اختیار ما قرار داد برای فیلم برداری. بعدم این که این ماشین در نکته آخر صندوقش هم دستی برقی نیست. مرسی و خدا نگهدار.